تو سوی سر زم شفیه یارستم، باز هم با عرض سلام شما را به ملاحظه یا مشاهده برنامه امروز خود دعوت میکنم. برنامه امروز ما در مورد یکی از شخصیت های مملکت ماست که ما دوستش داشتیم. اگر بگوین چرا معمیر شاید هیچ گفته نتانم زیاد، چنانچه در بین افغان ها مروجه که یک نفر را دوست داری نمیفهمی چرا، یک نفر پشتیبانی میکنی نمیفهمی چرا، یا یک نفر بعد میبینی نمیفهمی که چرا. این در بین ما و شما زیاد است. و در او زمانی که جناب میوندوال حتی کشته شدن، ما شاید صنف ده مکتب بودیم. یعنی برای ازی میگم که نمیفهم که چرا دوستشان داشتیم، که ما در او وقت در جمله جوانترین مردم در افغانستان بودیم که حادثه قتل جناب میوندوال با رقت قلب دیدیم. و یکی از خاطرات تأثیر انگیز زندگی ماست و یک کمبود برای مملکت خود دیدیم. حالا اگه بوین بیادر گل چرا بیا تشریح کن مثل صفی الله و سیمین اومد دق میمانم که چطوری را تشریح کنم، اما بخیر من قادر هستم تا حدودی که مسئله را تشریح کنم. ولی چی انگیزه شد که من همی برنامه را امروز برای شما داشته باشم؟ هفته اول اکتبر فکر میکنم در تلویزیون آقای مسکینیار آریانا انترنشنل یک برنامه در رابطه با مرحوم محمد هاشم میوندوال پخش شد از طریق از تلویزیون آریانا که با ما دوستان اول دادن و ما این را دیدم با علاقه مندی. اما ما خود با این موافق نیافتم. فکر کردم که ایره باید با مراتب بهتر چی میکردن، ترتیب میکردن، یک معلومات بهتر در این می بود، از همه کردم مهمتر یک استدلال بهتر در این می بود که این کمبود در اینجا متاسفانه بسیار محسوس بود. و ما من ایسی یک کسی که همین نفر دوست داشتیم خواستم ملاحظات خود در همین مورد کت شما شریف بسازم و به این طریق احترام خدا به او شخصیت خوب در مملکت ما بعد از تقریبا 30 و چند سال که کشته شده ابراز بکنم. اولی که در امی برنامه که بود چیز اولی که در اینجا گفته شد معرفی جناب میوندوال بود که چطور به چوکی های مختلف میرسه، چطور کدام جریده را پیش میبره، چطور به این چوکی صدارت میرسه، یعنی صدر اعظم افغانستان میشه در زمان اعلی حضرت محمد ظاهر شاه. و اولین چیزی که در اینجا نظر ما را جلب کردی بود که گفتن جناب صدر اعظم وقت از یک توجه بسیار عمیق میتر با مسئله جوان ها و مردم های دانشگاه و مکاتب و که در وقت ها همه مبارزات مکتب و پوانتونی چیزا بسیار مسائل داغ روز بود و هیچ تو با این مسئله توجه میکنه، از عوض سرکوبه از یا کوشش میکنه که با یا خود نزدیک کنه، از دید از وا قضایی ها رو ببینه. دیگه ای که فکر میکنم چیز دیگه که فرق داشت و در اینجا گفتن و بسیار به خوبی گفتن نیست که میگه یا یک برنامه برای خود یا مسئولیت میده که ما میرم مردم رو میبینم، مردم افغانستان و در مجامع مختلف میره اشتراک میکنه در این مسجد یا در جلسه دیگه یا در چی با می عوام و ناس مملکت میخواه ببینه. و در اوجه یک اصطلاح جمله پشتو استفاده شد که گفتن میخواهم مردم رو ببینم زیر نام خلق و تورزم. ای بسیار یک گپ مهم است که آیا لازم بوده که کار کنن یا ترسناک نبوده که کار کنن؟ ترسناک بخاطر از این که یک دستگاه حکومتی است که مردمایی که در بالای از این حکومت است مردمای یک خانواده است و یا در قسمت در قبال نگه داشتن قدرت برای خود کمک سنستیو یا اساس هستند.
اگر یه شما اکثر ازم میبینین که پلان داره که با مردم میبینم خلق و تورزم ده ای سنام کمونیست ها تقریبا همو کار میکنه ده ای سنام اخوانی ها، آیا یا ایره یک چالنج برای خود نمیبینن؟ ای اولین نقطه است که ما در سر از ای میخواییم گفت بزنم یا به ملاحظه شما ایره برسانم از دید حکومت زمان و دیگه ای که برای یک صدر اعظم که یک آدم سیاسی بلند است، آیا یک کمک تیز نبوده که می کار بکنه؟ از نقطه نظر سیاسی بسیار هوشیار بوده یا نه؟ دیگه ای که در این برنامه کوشش شد که امی قتل از یاره یک توطئه که توسط پرچمی ها صورت گرفته ترسیم بکنن و غیر مستقیمت یک آیدیا را بتن که گویا احتمال داره که حتی کجیبی در این مسئله دست داشته بوده، چون که از این شخصیت بسیار می ترسیدن برای از اینکه در فردای مملکت یک رقیب سرسخت می تانست شود و کسایی که با اونا رابطه داشته از قبیل حزب خلق و پرچم، گویا ایتر ترسیم می شد که آدم تفکر می کرد که اینمی شخصیت بزرگ روسا یا پرچم خلقی ها توطئه کردن که توسط جناب داود خان دستگیر شود و جناب داود خان هنوز او خدره چطا متوجه قضیه نبود که وقت زیر شکنجه در روز 11 جان میتا آقای هاشم میمنوال. و چیز دیگه که در این برنامه گفته شد، ما کوش کردم که می ویدیو را به دست بیاوردم نتانستم، اگر نیم ای را برای شما کلپ بای کلپ میماندم و این بسیار جالب می بود، ولی در آینده احتمال دارم این کار را دوباره بکنم. ایتر تصمیم شد که گویا می پرچمیا کدام ترک کدن سر جناب داود خانی را گرفتن و اینا را آوردن و تا که داود خان خبر شد در روز 11 زیر شکنجه جان داد آقای میمنوال زیر شکنجه. و برای ازی منعیس شاهد اینا یک نفر به نام فکر میکنم نامشان ایسا بود اما نورزا تخلصشان بود که از خیشایی نزدیک با قدیر و وزیر داخله زمان یا انتریور منستر افغانستان برخوردار است. قسم نشان دادن که آقای ایسا که از خویشاوندی نزدیک از ای آقای وزیر داخله برخوردار است که نفر نزدیکترین داود خان بود، ای از یک چوکی ترافیک باعث پلیس ترافیک ترفیع میکنه، به خاطر که جناب داود خان هم اگه شما باید داشته باشین کدام حزب جور کرده بود شامل از ای حزب ازیا میشه و از او خاطر ای را به یک چوکی کلانه که مثلا رئیس زندانه یا رئیس پلیس یک چیز دیگه ارتقا میتند که ما درست به یادم نیست این برنامه گفتن. و جناب داود ملکیار که اگر ما غلط نکنم مصاحبه داشتن امرای زینا، او آقا نمیخواست به درستی گپ بزنه، میگه فلانی بود چطور بود چنان بود و آقایی که مصاحبه میکرد که آقای داود ملکیار بود میخواست در واقع یا به خاطرشان بیاره یا فورسشان کنه که گینی گپا را باید بزنه یا سر زبانشان گپ بمانه که مثلا سمد از هر چی کرد. خوش شما گفته بودین که اینی پرچمی های تو کرد، خوش شما گفتین این پرچمی ها، بازو میگفت که آه بله یا بله، باز به یادش میامد و میگفت که بله مامت گفتم، بله مامت گفتم. اتو میفهمیدین که گویا اینمی پرچمی ها بوده که در ایجا مثلا آقای عظیمی، آقای سمد ازهر، فلان و فلان که این می نفره شکنجه کردن فوراً با قتل رساندن. و کسایی که طرفدار آقای داود خان است اینا همیشه کوشش کردن که مسئله قتل آقای میمنوال یک ترک پرچمیا قلم داد کنه یا ترک کجیبی، یعنی گویا سردار هنوز خبر هیچ بیچاره نداشت، وقتی که خبر شد دست به دست میزد میمالید مگس وره که وی چی یک شخصیت بزرگ زایع شد والا در زندان، چرا این لعنتی ها ای کار کردن در حالی که سمد ازهر در چوکی خود میمانه، آقای عظیمی میمانه، آقای نورزاد میمانه، آقای قدیر میمانه، یعنی یک کیرام
اینا مجازات نمیکنن که شما چطور سر رزم سابق مملکت یا ارکان بلند رتبه ارتش افغانستان بدون اجازه سردار گرفتین و دیج شکنجه کردین و زیر شکنجه یا را کشتین. یک نفر دیج مجازات نشده، اما انوزم اموتر در این برنامه معلوم میشه که گویا سردار در این کدام سه نداشته و سردار گویا غافل بوده، اگر چی که این مستقیم نیست، اما وقتی که در موردش هیچ گپ نمیزنن مانایش ایست که گویا سردار از اینجا با دامن پاکیزه در اوس شانده میشه، چون که فکر میکنم که یا میخواین زیادی مسئله را قسم نشان بدن که گویا کجبه پشتشان بوده و این ترتیب میتونن یک شخصیت بزرگتر ترسیم کنن. یعنی ما منظورم نیست که یک شخصیت بزرگ نبودن، آقای مهمانوال یک شخصیت بزرگ بوده در مملکت ما، ولی ضرور نیست که یک پکچر کلانتر از او که اتا ترسیم کنیم، یا بایی که کجبه یا پرچمی ها کدام چیز داشته مندار. وقت پرچمی ها میگیم کجبه شامل میشه، یعنی کجبه از طریق پرچمی ها اینا رو به قطع رساندن. بنابراین ما شما اینت یک پکچر ازی میگیریم. ملاحظات ما در جریان آقای نورزاد که با ایشان مصاحبه شده و مصاحبه ایشان در ایجه میمانند که بزرگترین ویتنس یا شاهد از این مسائل است، ایست که یاغا بیاد داره قصاره و دو زمان رئیس از اینمی زندان بوده یا صدارت بوده که اینا را در ایجه آورده بودن بعد از دزگیری آقای میمانوال با دیگر دوستا و رفیقایشان، و ای یک مقدار معلومات ارائه میکنه در سر دیگه بند یا از جمله آقای سیاف، همچنان که یعنی آقای سیاف لط میکنن، ولی من اجازه دادم شده گفتم نهریگه باید شکنجه نباشه. و امی آقای نورزاد در اینجا میگه که ما با آقای میوانوال در امی اتاق زندان رفتم دیدم و برش گفتم که ما فلان نفر هستم، به شما بازی مرا به یاد آورد و باز گفت بچه ام خیلی خط میتومد، امی خط به خانمم ببر. و فورا آقای داود ملکیار امی خط میتر به دست آقای نورزاد که امی خط میگین، امی خط به یاد دارین. بازو یک سعی میکنه و میگه والا ما این خط هیچ واز نکده بودم، سربسته برده بودم، که گویا یک آدم بسیار امانت دارم بوده، یعنی اتا خط زیاد، یعنی رئیس زندانه که در حزب جناب داود خان است ارتقا یافته از یک چوکی پایین ترافیک به رئیس زندان و خیشایی نزدیک با قدیر داره، که آقای قدیر هم خیشایی نزدیک که وزیر مورد توجه و علاقه جناب داود خان است. ایه تو نشان میده که گویا ما طرفدار میوانوال بودیم، ما کمک میکردیم. پس سوال میه که چطور یا ایره تیز به جناب داود خان اطلاع ندادن که تی یک شخصیت بزرگ اتو بیگانا دیجا گرفته شده با جنرال ها و اتو یک شکنجه وحشیانه. در یواز ای آقا امی خط از اینا را میاره به فامیلشان، خط نشان میتن در پرده تلویزیون که در هر سطر ازی جناب میوانوال یک امضا کده. ای خط چیز بسیار مهم دیگه است که ما میخواییم در سر ازی گپ بزنم، بخاطر که در این خط نشته شده که کالای مرایی کنین و ما شما برس دندان یا چیزا که خودم غلطی نکنم، این چیزای خورد است، و دیگه مثلا دوای قلب مرایی کنین، بسیار مهم است به این توجه کنین، دوای قلب مرایی کنین، و دیگه ای که کتاب گاندی رو برم رایی کنین. از یک سو در اینجا نشان داده میشه که گویا جناب ملکیار در 11 روز بنابرای گفتار امی شاهده که در اینجا دارن وحشیانه شکنجه می شده، هر روز از اینمی سله که بوده به یک جای دیگه، از این اتاق به یک جای دیگه برای شکنجه وحشیانه برده می شده، شکنجه توانفرسا که در روز 11 دیگه جان داده زیر از شکنجه، و در روز 10 خودی خط نوشته کده، یعنی روزی که یک روز بعدش جان داده و هر روزش امی شکنجه رو می شده. آقای میوانوال یک خط نشته میکنه و یک خط هم میته بر امی آقای نورزاد و میگه بچه من بسیار خوب بچه هستی، بیه امی خط هم رو بر خانمم، و از هر سطر ازی امضا میکنه که مثل ازی که مور خدا بزنین که امی از ما هست، بر خانم خود بگه که خانم امی از ما هست، به این اعتبار کو امی کار بکو. اگر آقای میوانوال
این نفر را رکگنایز کرده بود، به یاد آورده بود و اعتماد کرده بود، خو یک خط میداد، حاجت نبود که اتو امضا ده هر سطرش بکنه، که یعنی مانایش ایست که علاوه نکنه این نفر کدام چیز از خود. اگر قبض اعتبار بود، چطور می خط برش داده بود یک آدم با این بزرگی، یک صدر اعظم با این تجاربه که داشته، اینقدر فراست سیاسی که داشته. مثلا ما خودم یک زندانی بودیم، این ما تا شکنجه شدیم، واقعا شکنجه شدیم. شما در برنامه دیگیم در می روزا ماندم به نام افغان تاک شوز، ای را ببینین یک قسمت خاطرات زندانم است. ما یک خط نمی دادم بر یک نفر که خلقی بود، پرچنگ بود یا در زندان کار میکرد که با مادرم ببره، به خاطر از این که من مادر خود در یک موقف قرار میدادم که مادر اعتماد که به این نفر، این حال این نفر میتونست گلر کنه انفرمیشن، یک معلومات که دولت عادی نمیتونست پیدا کنه، شاید این رقم با جلب اعتماد فامیلم میتونست پیدا بکنه. ما از این میترسیدم. شاید یک آدم بگه که اما جناب مرمانوال کدام معلومات نداشته که به از او بترسه، پنهان بکنه. این با فایدهش بوده که این نفر بره شخصی تقاد کنه و غیر مستقیم بفهمه که آقای مرمانوال کدام خطر بر حکومت داوودخان نیست. شاید. ولی حاجت از این امضا آخر چی بود؟ بدون امضا را این میکرد تا خانمشان یک کم دگام اعتماد میکرد و امو گپای دل خودم میزد. چطور قبول بکنیم که یک آدمی که تا اقدر نزدیک با وزیر داخله است، وزیر داخله که اقدر نزدیک با جناب داوودخان است، اینا امی خط با فامیل مایوانوال میبرند؟ اگر یا اقدر نزدیک بودن با آقای مایوانوال، اقدر قلب داشتن، چرا این خبر رو به داوودخان نبردن که نفر 10 روز است که وحشیانه شکنجه میشه و داوودخان چطور امر نکرد که نفر از شکنجه خلاص کنین با پیش ما بیارین، یا ایلایش نکرد که در روز 11 مرد و بعد از او داوودخان بود؟ الله چی کار بعد شد نه؟ یعنی 11 روز این نفر شکنجه شده. آیا امی خط خود از این یه خط ساختگی میتونه باشه که به نام جناب مایوانوال در خانه اشرایی شده باشه؟ آیا احتمال داره که اتا دمو روزی که خط برای فامیل اشرایی شده، یک روز پیشش جناب مایوانوال قبلا جان داده باشه زیر شکنجه؟ آیا خود همی عیسای نوزاد یک دروغ دیگه در ایجه بوده که آل بایس شاید در ایجه گرفته شده؟ عیسای نورزاد اگر میگفت که اصل قضیه چی بود، برای خودشان بد بود، باید پت میکرد، باید نشان میداد که گویا ما و قدیر که خیشای نزدیکیم بود، ما در این قضیه دست نداشتیم، بنان ای را گفتن نمیتونست مگر ای که گناه را پرت در سر پرچمیا، یعنی پای داوودخانم پاک میشه یا دامن داوودخانم پاک میشه، از قدیرم فورا از یاغام پاک میشه. ولی ما فکر میکنم که گپای آقای نورزاد کاملا دروغ بوده. دیگه ای که جرأت نمیتونی منعیس رئیس زندان، جرأت نمیتونی که کسی را که گرفتن که رئیس دولت هم برالایش است، که وزیر داخله هم برالایش است و این پرچمی هایی را فکر میکنی با کجیبه رابطه دارن و با آقای داوودخان هم نزدیک هستن، مورد اعتمادش هستن، اتو یک کار کنی بخاطر که واقع خبر شون، خودت دیزگیر میشی، پیش از اینکه مایوانوال کشته شد خودت کشته میشی. یعنی ای از عقل بدور است که آقای نورزاد قبول کنیم که خطا از جناب مایوانوال بدون از اینکه مثلا قدیر خبر داشته باشه پتکی میگرفته بر آقای مایوانوال و دیگر نفرها خطایشان رو به فامیلشان میبرده. به هیچ وجه ای یک ساختکاری بوده. احتمال داره که اینمی خط پیش از او جناب مایوانوال کشته شده باشد. اگر قبول کنیم که نه، امی خط درست است، آقای نورزاد امی خط گرفته، واقعا امی خط درست بوده، کل چیزا واقعیت داره، آورده، آدم بسیار خوب بوده و جناب مایوانوال و رفیقایش احترام میکرده، بنابراین خطای زیاد به فامیلایشان می آورده، پت قدیر و پت داوودخان. در او صورت امی ادعا
که جناب میوانوال وحشیانه شکنجه می شده غلط است. برازی که شما امروز یک خط نشته کردین بعد از ده روزی که ما ادعا داریم که وحشیانه شکنجه می شدین و یک روز دیگه شد تعمل نتانستین کشته شدین جان دادین، یک خط نشته می کنین که کالای ما برم لطفا رایی کنین، دوای قلب ما رایی کنین و کتاب گاندی سای برایی کنین که ما می خوانم. کتاب وقت می خواهین از خانهتان که در یک جای در یک اتاق شما را قید کردن بندیستین، دیگه مشکلات ندارین. مشکلات وقت از دق آوردین یا ایست که تا وقتتان نمی خواهین زایشه. یک آدم به سطح آقای میوان والاستین می خواهین مطالعه بکنین، کتاب گاندی را برم رایی کنین. مانایش ایست که از یک آرامش خاطر نسبی برخوردار استین، یعنی لط نمی خواهین هر روز تا اندازه مرد. در او صورت خود دیگه در فکر ازیستین که چطور ای جان ما خدا بگیره که از این مریضی از این درد خلاص شم. ما در میال بودیم، ما در روزی که شکنجه می شدیم اگر مادرم به ما میگفت که بچه‌م برات چی رایی کنم، قروتی رایی کنم برات، کیش قروت یا یک پلو یا یک کباب یا کتاب یا چی، ما میگفتم تنها مادر پیش خدا دعا کو که اگر به ما توفیه مرگ میسر کنه که ما از این درد شکنجه خلاص شم. ما کتاب دفوع خوانده نمیتونستم که کتاب بگیرم. خب آقای گاندی والا چقدر خوب گپا زده. بله نه، اگر ما قبول کنیم که آقای میوانوال در روز دهم که در زندان بوده خط نوشته کرده و گفته کتاب گاندی را رایی کنین، بنان باید قبول کنیم ای گپا که جناب میوانوال شکنجه نمیشده، یک زندگی آرام داشته. تصادفاً در روز 11 یک گپ شده، چون گفتن که دوای قلب ما رایی کنین، مناشیست که میتونن سکته قلبی کده باشن. دوای قلب چرا ما میگم اینه میخواد؟ شاید توسط حکومت زمان نوشته شده باشه. امضای ساختگی که سخت نیست، این نفرا دستگاه استخبارات داشت، یک آدم میارن که کاپی کنه امضایشانه تا که آتنتک معلوم شود، درست معلوم شود، اوریجینال معلوم شود که بله اینا میره میخواست، تا که بتانن به اساس از او استدلال کنن که نه برادر، اون دوای قلب خدا خواسته و ای آقا سکته کده. معلوم دار آیا مردم قبول میکرد؟ اگه آقای میوانوال سکته میکرد انوزا ما شما قبول نمیکردیم. ما یک نمونه میتونم به طور مثال خانمشان که یک خانم زیبا و خوشگل بود، در امیجا میگن که وقتی که اینا را میخواین که بره در زندان یا در صدارت و مرده شوهرش برش نشان میتن، اینا در موتر میرن و میبینن و دستایشان لمس میکنن و پایشان سرشان در سر زانوی خود میمانن، مویایشان میمانن، که یک قصه بسیار جگرخون کننده بود. و میگن که ما سینهش واس کردم، دیدم که روی سینهش یک چیز یک داغ سرخ بود، یعنی یک حادثه صورت گرفته بود، یعنی قبول کردن که کشتش را بود. باز در امی و خانمشان میگن که باز یک تعداد مردم گفتن که عطا سگرتا را در شانهش گل میکردن در پشتش، من ندیدم اما شاید کرده باشن. یعنی امی کلکین شک می خواهند واز بانند پرپوزلی تا که کسایی که این عمل زشت کرده اونا زیادتر بدنام شد. ناخونای میوانوال هم در زیر شکنجه کشیده بودن. ما در یک کیبل که سفارت امریکا با استیت دیپارتمنت رایی کرده بود دیدم که در اون زمان گفته بودن که قرار شاید ناخونای میوانوال در جریان شکنجه کشیده شده بوده. سعی کنین یک کیبل که از سفارت امریکا رایی میشه با استیت دپارتمنت اینت شایعه را قبول کرده. اگر شما ناخونای یک نفر را بکشین و خانمشان که سرش دیدن، سینهش دیدن، بادی میوانوال دیدن، بدنش و لمس کردن، اولین چیز را که یا متوجه میشد ناخونای دستشان میبود. اتمی در این مصاحبه خود که در همینجا مصاحبه کردن گفتن، اتمی میگفتن که ما میوانوالا دیدم که ناخونایش کنده شدگی بود. نگفتن. خانمشان نگفتن. یعنی جای شک نیست که کار نشده بود. اما در همچو کیبله که باید بسیار به دقت رایی شده باشه
تنها یک شایعه قبول شده. چقدر چیزای دیگه میتونه در اینجا شایعه باشه؟ بسیار زیاد. از این خاطر ما میگم که در این برنامه دقت نکردن در این مسائل، این باید دقیق تر این ترتیب میدادن. چیز دیگه که مدارمی که جناب میوانوال تقریبا 40 سال پیش از امروز با قتل رسانده شدن و این برنامه 40 سال بعد در مورد ازیا با نشر سپرده میشه، بسیار دیر است. اتامی خانم زیبای میوانوال که در این مورد مصاحبه کرده که مویکایش سفید است، در خانه شیشته و در مورد شوهر خود به این مقبولی و زیبایی صحبت میکنه، ای از امروز نیست، از پارسال هم نیست، از پرارسال هم نیست. فکر میکنم تقریبا 2 دهه از این گذشته. آقای نورزاد که رئیس از این زندان بوده همچنان دیگه زنده نیست، با خیلیم 3 سال پیش فوت شده. ما نمیفهم این نفرهایی که دیجه بود تقریبا کل از یا فوت شده. اینال 40 سال بعد اگر شما یک برنامه میکشین و دو هم بسیار دقت نمیکنین، ایواز از اینکه یک کار بسیار خوب کرده باشین، میتونه که یک کار کم خوب کرده باشین و میتونین که یک قضیه که سوال برانگیز بوده او را نه تنها حل نکرده باشین، بلکه سوال برانگیزتر بسازین. و آقای میوانوال دیزرو میکردن، شایسته از این بود که این برنامه حداقل 35 سال پیش به نشر سپرده شد، 30 سال پیش، 15 سال پیش، و همچنان این باید بسیار دقیق تر می بود، بسیار زیاد با مراتب از این دقیق تر می بود. سر امی نامه که رایی شده که همه تا قبول کردن که نمی نامه میوانوال، سر از این باید بسیار کار می شد که معلوم شود که امی خط از آقای میوانوال بودنه. چرا اگه این خط درست است، مانایش که آقای میوانوال حداقل 10 روز اول زندان شکنجه نمی شده، آرام بوده. اگر در روز 11 یا دفتن جان دادن و دو خط هم نشه کده بودن که دوای قلب ما بیارین، آیا یک چانس است؟ یک شک باز میشه بر از این. حالا کسی دیگه نیست که بر علیه از این استدلال بکنه، بنان ما قبول میکنیم. مگر اگر حکومت زمان می بود استدلال میکرد، ما در یک محاکمه ای را ثبوت کرده نمیتونستیم. و خاطر اینمی خطره که ما قبول کردیم. تمام چیزا در اینجا سوال برانگیز است. اینال ما میاییم در سر از این که آیا جناب داود خان از این قضیه احتمالا خبر نداشته و تا متوجه شده وقت صدر اعظم سابق افغانستان، یک شخصیت مهم مملکت ما، ایتو وحشیانه زیر شکنجه جان داده و یا گفتن اوف چی یک کار بعد شد، سردار هیچ بچه این سردار خواه بودی ولی ایت نفهمیدی. نه تو نیست، سردار کاملا از این مسئله خبر داشته. امی دسیسه و توتعه، دسیسه و توتعه سردار بوده. سردار یک آدم توتعگر و دسیسه ساز بود؟ نبود جناب داود خان. خودتایشان بر علیه بچه کاکایشان، پادشاه زمان. مگر ثبوت از ایگب نیست که یک آدم توتعگر بودن؟ در این زمان خسربورهشان. اگر یا یک رابطه بسیار نزدیک فامیل نمی داشتن یا یک کمک داود خان از یا احساس خطر میکرد، باور کنین که اینا همچنان در یک زندان تصادفاً جان میدادن و سردار حتی خبر هم نمی داشت. و امروز کذا یک سردار پرست است یا میگفتن ولی سردار هیچ بیچاره خبر نداشته، سردار هیچ خبر نداشته. نه، سردار یک آدم توتعگر و دسیسه ساز بود. سردار رئیس جمهور شدن خود توتعه نکرد، توتعه کرد. ما فکر میکنم که شاید صنف اینمی صنف 9، 10، 11 مکتب بودیم که سردار محمد داود خان یک مجلس کلان گرفت به نام لوی جرگه. نه؟ امی در مملکت ما اکتاد مردم فکر میکنه که امی لوی جرگه رای حل مشکلات مملکت ماست. ما شما لوی جرگه سرتاسری که مردم افغانستان واقعا در این صدا شما هیچ وقت نداشتیم. امی جرگه ها چیزای محلی است، در مملکت قانون است، دولت است. جرگه یک چالنج می باشد در مقابل قانون و حکومت.
از این خاطر جرگه ات یک نقش بازی نمیتونه، جرگه تبدیل میشه به یک قانون نانوشته شده، یک حکومت ذهنی، حکومت ذهنی که بزرگای قوم نه. از این خاطر حکومت ها نمیتونن تعامل کنن جرگه های سرتاسری را، و ما شما هیچ وقت جرگه سرتاسری نداشتیم و جرگه هم نگفتن هم مانه که اکتاد پشتون ها فکر نکنن خدا ناکدن و ایره پایین میزنم از خاطر که مسئله پشتون هاست. نه، دبامیان هم که برین که اگر یک کار میشه در جایی که حکومت نیست یا قانون نیست، یک چند کلان یک جایی میشه که باچه ما توی این تکو دختر ما توی این تکو دبا پنچیر هم که برم میگم بیادره گل باید تو اینی کار رو بکنی این کار رو نکنی. در پهمان هم مترس در جلال آباد هم این کار میشه که او شما اینی چیزا بر از یابتین، او ما اینی چیزا بر شما میگم که نکنین، او اگر کدین اینی جزایتان. نه، در جایی که قانون نیست، در اطراف، در جایی که حکومت نیست، در جایی که قانون حکومت هست، قانون هست و حکومت هست که جرگه را کدام مانا نمیته. در امریکا هم جرگه هسته ولی بسیار به یک شکل پایین، چون ممالک پیشرفته میشه قانون عام شده میره، مناطق قانون میتونه کنترل کنه، آیستا آیستا جرگه مانا نداره. و ما شما مگه در افغانستان بخواییم که حکومت پیشرفته داشته باشیم، جرگه کدام مانا نداره. و عملا در گذشته حداقل اونجا بود که امی کلانای قوم یک نفوذ داشتن، حداقل یک جرگه منطقوی میتونه شه، حالا اون جرگه منطقوی هم نمیشه. در تمام مناطقی که طالبان زور داره، یک بچه 20 ساله، یک بچه 25 ساله که طالبه که تفنگ داره، اونو جرگه را تعیین میکنه. یک کلان اگه بره بگه که اینی کار کنین، فوراً در فرقش یک مرمی میزنن. یعنی جرگه را طالبا تقریبا از بین بردن. پا آیسای نمیتونه که جرگه را در افغانستان حالا قبول بکنه، توسط طالبا کنترل میکنه جرگه را، جرگه را جرگه طالبی جور کرده بر علیه مردم و مملکت ما. بنار ما شما جرگه سرتاسر، اما یگان دفعه حکومت ها همچه جرگه هایی را برای استفاده شخصی خود به وجود میارن. و داود خان اما تو یک جرگه را توتعه کرد، دسیسه کرد، یک چند تا نفر را از اینجا از اونجا از اونجا، یک چند نفر لنگ های کتا کتا پوشان، یک شال و پتو دیگر دیگر آورد به نام کلان های قوم. یک دور پیام برشان داد، یک دو شکم نان هم که در اون وقت در افغانستان یک کس را میدادی، بیچاره بسیار خوش میشد از جایشان اردی که ما را پادشاه خواسته. این حال چی کرد؟ توسط از یاد یک مجلس دسیسه کرد رئیس جمهور شدن خود. ما یادم میاد در اصلاف که بودم یا صنف 11 بودم، یاده در پشت رادیو شیشته بودم با یک دوستم که بریالایی که امروز در جرمنی است، بسیار رفیق نزدیکم بود، هر دوی ما ایرا میشنیدیم و ما باور کنین سر زمین لوت لوت خنده بودیم که چطور امیج مثل یک گشتک امیر پلی کرد. آقای قدیر یا آقای واصفی بود یک کس خیس گفت که، یا جناب داود خان اول خیسن گفتن که رئیس جمهور میخواهیم و این هر کس را که تعیین میکنین، و خیلی آقای واصفی بود یا آقای قدیر یک کس زمین نفرهای کلان بود خیس داود خان صاحب شما که باشین دیگر آره صبر است شما با خو خی دیگه حالا که مجبور دیگه مرا انتخاب کردین و مرا میخواین و دیگه ما دیگه خی چاره ندارم خی ما دیگه این حال رئیس جمهورتان شده. با این ترتیب دسیسه کرد رئیس جمهور ساختگی شده نخوده، مگر یک توته نبود؟ یعنی یک نفره که توته میکنه برای بچه کاکای خود، برای فامیل خود و قدرت ازش میگیره، بعد از او توته میکنه برای مردم خود و خود رئیس جمهور میسازه. چرا باید قبول نکنیم که قتل جناب میوانوال یک توطئه بوده، یک دسته بوده توسط آقای داود خان در بالا؟ ولی سوال است که چرا جناب داود خان که اینا را کشتن، از یوازی ببره کارمل را کشتن، ترکی را، گلبودی را، دیگر دیگر را؟ و خاطر که از یا احساس خطر نمی کردن، اخوانی ها چوچگک بودن و خلق و پرچم هم تا حدود ویزبل نبودن، قابل تشخیص نبودن. اونایش که اگذره بود در زیر سایه خود سردار زندگی میکردن، بنان رابطه خوب داشتن. از این خاطر سردار فکر میکرد که من یارا میتونم استفاده کنم یا سعیستن، اما این نفر دیگه در درون حکومت مبارزه میکنه، نفرهای کلان حکومتی را با خود گرفته، جنرال، وزیر، رئیس. چون شما میفهمین که یگانه نفره که در بین مردم مبارزه نمیکرد یا جلب و جذب نمیکرد، در خود دستگاه حکومتی جلب و جذب میکرد، آقای میوانوال بود. و صدر اعظم بودنشان، رابطه نزدیکشان با جناب شاه، اینا را این قدرت داده بود که با کل آدم های کلان رابطه داشته باشند. جناب داود خان در اون زمان ایره اسادتمندانه یا حسودانه میدیدن.
جناب شاه سابق ما فکر میکنم یک شخصیت با مراتب نرم و ملایم بودن، دیگه ای که یک اطمینان خاطر داشتن یا بگویم یک کانفیدنس به خود داشتن، به خود یک اطمینان، یک اعتماد به نفس داشتن. از این خاطر جناب میوانوال یک چالش به خود ندیدن، یک رقیب به خود ندیدن، از این خاطر بر نفرها اجازه میدادن. همین جناب ظاهرشاه یک چیز بسیار مهمه که داشت که تحمل داشت، اجازه میداد که مردم دیگه هم بتانن رشد بکنن. آیا بر ازی بود که اینا بسیار مملکت ما را دوست داشتن؟ یا ای که همی قدرت حکومتی بر ازی ها بسیار یک مانای کلان نداشت؟ دیگه ای که همی قدرت حکومتی را به زور نگرفته بود، یا یک سن خوردی برش داده بودن، ای را او خرزش هم نمیداد، حتی از دست دادنش هم برش مهم نبود. وقتی که داود خان کودتا کرد، جناب شاه اصلا دیگه پشت خودم سعی نکرد که بگه او بدر من خوش پادشاه هستم و میتونم قدرت ما پس میگیرم، از ایتالیا مبارزه میکنم، پاکستان میم، ایران میم. مثل از این که بگویه که والا خوب شد که از گیری مردم خلاص شدیم، بیا همون ساتیری خود از ایتالیا میکنیم. نه، ولی جناب شاه بنابرای ار دلیل که بود یک تحمل داشت، مردم های دیگر هم اجازه میداد که رشد بکنن. برای مملکت ما از این نقطه نظر جناب شاه یک شخص بسیار مفید و ارزنده بودن. جناب داود خان به نظر ما از یک دیل دیگر یک آدم ارزنده بودن، پیشرفت و ترقی مملکت ما. جناب شاه در قسمت پیشرفت و ترقی مملکت ما کمتر فکر میکردن و سهلنگارتر بودن. جناب داود خان اما از این نقطه نظر یک شخص مفیدر بود به نظر ما برای مملکت ما. بنابرای هر دلیلی که بود میخواست در پیش چشم مردم باشه، میخواست مردم قبول کنه که ظاهر جناب داود خان برای مملکت ما چیزای خوب میخواه، سرش فکر میکرد. من یقین دارم که شو خواه میشد سرش فکر میکرد که چی کنم. آیا این از خاطر از این میکرد که مملکت زیاد دوست داشت، یا این که میخواست خوب معلوم شه، یا هر دلیلی که بود، ولی یک شخصیت خوب بود از این نگاه. از نقطه نظر سیاسی برای مملکت ما یک شخصیت خطرناک بود. دیگه چیزی که توطئه کرد مسئله آزادی سیاسی بود. تمام نشرات غیرقانونی اعلان کرد، تمام اعضاب غیرقانونی کرد، در حالی که جناب شاهی کار نکرده بود. آیا مگر خود از یک دسیسه دیگه نبود؟ یک توطئه دیگه نبود؟ بود. اینال یک کسی که اینقدر توطئه‌گر از دسیسه ساز است، آیا دلیل نداره که جناب میوانوال اثر رای خود پس کنه؟ بسیار زیاد. با خاطر که همونطور که گفتم اینا از درون حکومت مبارزه میکردن، بسیار ویزبل بودن، قابل تشخیص بودن. جناب داود خان شنیده بود که خلقو تورزم، کجا پیش خلق میری؟ ما در ایجا هستم بچه کاکای شاه فامیلم، تو میری که خلقو تورزم، خلق در مقابل مستاد میکنی، نفرهای کلان هم میشناسی، میتونی تو مردیسی از قدرت پرتی، بنام تو قدرت هم میگیری. خطرناک استی؟ نه؟ نیستی؟ یک آدمه که قدرت خود بخواهی نگاه کنه و بترسام از زادن قدرت خود، فوراً متوجه ازی میشه. جناب داود خان متوجه ازی رقابت بزرگ در مقابل خود میشن، ولی توطئه میکنن که گویا ما خبر نداشتم. وی سمد ازر کور شوی ماندی که صدر اعظم بکشن، وی جنرال های کلانه. خو خیره باش دیگه بچه‌م، قدیر تام در قدرتت باش، آقای نورزاد تام باش، سمد ازر، نبی عظیمی، کل اگیتان باشین، مگه خوب کار نکدین بچه‌م؟ والا ما هیچ خبر نداشتم. مثل از این که گویا بال یک مگس کنده شده. و دیومین که خبر نداشتم؟ چند نفر را در زندان انداختی؟ چند نفر را پنش کردی؟ چرا در رادیو نامدی؟ چرا در تلویزیون نامدی؟ اعلان نکردی که این اشتباه بزرگ شد؟ چرا روزی که گرفتنشان این کار را نکردی؟ بنابراین باید قبول کنیم که اینمی یک توطئه و یک دسیسه بود که عمدن صورت گرفته بود توسط داود خان در رأس. داود خان یگانه کسی است که حتی در مرگ خود، در قبر خود هم یک لکه ننگین داره، و او لکه ننگین لکه قتل هاشم میوانوال و یک تعداد ارکان بلند رتبه مملکت ما بودند. و تصادفاً هم کسایی را که میوانوال جلب میکرد کسای خوب بودند، بزرگای خوب مملکت ما بودند. اگر میوانوال شهید نمیشد،
احتمال داشت، احتمال داشت، 100% نیست، احتمال داشت که ما یک رهبری دیگه می داشتیم که در مقابل اخوانیا و در مقابل کسایی که مملکت ما را به دست روس داده بودن یک رهبری دیگه می داشتیم، یک رهبری متوازن دیگه که احتمال داره صدها هزار نفر از کشتنش جلوگیری می شد، اما نشد و این هم گناه داود خانه. اما ما از شما می خواهیم که بازم یک کار نکنین که قضاوت عمومی کنین. مثلا ما شما میگیم امی فامیل محمدزایی اینا خائن بودن، اینا بسیار کار خراب کردن. نه، در قطع از اینا مردمای بسیار خوب بودن که باید تیر جدا کنیم. خود اینمی داود خانه که از یک نقطه نظر ما یک آدم دسیسه‌گوی میگم، دسیسه ساز میگم، توطئه‌گر میگم، اما از نقطه نظر دیگه، از یک زاویه دیگه یک آدم مفید برای مملکت ما بوده. باید حتی این بخش داود خانه، این بود داود خانه از اون بخش دیگه، از اون بود دیگهش که زشت و کثیف بود جدا کنیم تا یک نفر ما بتانیم قضاوت منصفانه بکنیم. قضاوت منصفانه از یک دید هوشیار نمایندگی میکنه. اگر شما قضاوت سالم میکنین، قضاوت منصفانه میکنین، شما در قضایا دقیق تر هستین، میتونین کارهای مفید بکنین. اگر قضاوت خود جنرالایز کنین مثل که امروز عمومیت داره در بین ما، با سیاه و سفید از بین میره، رنگا دیگه تفاوت نمیداشته باشه که سعی میکنین کل چیزا سیاه معلوم میشه یا کل چیزا سفید یا تنها سیاه و سفید است. این می کار کردن نه که مثلا مسعود چون ریشاش مسعود هم بد است، سیاف هم بد است، گلبدین هم بد است، طالب هم بد است، کلشان نه، مجاهدین ما کلشان نمیتونه بد باشه. هر کس بنابه چیزی که کده، چیزی که بوده، جناب شاه برای ترقی و پیشرفت مملکت ما فکر نمی کنم که ما بتانم دوست داشته باشمش، اما بسیار چیزهای دیگه داشته که ما باید اپریشیت کنیم. حتی بعد از وفاتش امروز همیشه به خوبی باید یاد کنیم. جناب شاه بزرگترین چیزش اعتماد به نفس بود، تحمل در مقابل مردم بود. ما شک میکنم که اگر جناب شاه خودش با علاقمندی خود نفرار در مملکت ما به خطر رسانده باشه، در زمان پادشاهیشان یک تعداد مردم های خوب مملکت ما در همی زندان هایی که داشتن مثل آقای میوانوال شهید شدن، اما توسط کسای دیگه که در این فامیل دمی فکر مثل آقای داود خان تلاش داشتن که قدرت برای خود نگاه بکنن. این حال اینی چیزایی است که در مورد هر کس، در مورد هر فامیل، در مورد هر شخص باید به دقت سر ای را در نظر بگیریم و ابراز بکنیم شه، نمانیم که او خد شه. مثلا خانم زیبای میمنوال وقتی که میگه که گفتن، آوازه بود که در پشت شانایش سگرتار گل کده بودن، اما نگفت که ما دیدم. تنها چیز را گفت در روی سینهش یک داغ سرخ دیده بود، یعنی احتمال داره که برق داده باشنش، کشته باشنش. من نمیگم که در آقای میوانوال اینا نایس بودن، امی خط شاید ساختگی باشه، جناب میوانوال شاید بسیار امی خط شکنجه شده باشه، ولی اینی چیزا به یکی دیگه سر نمیخورد. یک توته های خرد در این پزل بود که وارد درست نچینده بودن. ما سپاس میکنم آقای داوود ملکیار که اینا امی کار اتا امیال هم کردن. ای کاش که سالها پیش، ده ها پیش میکردن. شاید هر دلیلی که بودن نتانستن، ما این رو باید از دید از وا ببینم، نمیفهم که چی بوده، یعنی بسیار یک کار بسیار دیر بود، ولی این می توته ها را درست نچینده بودن. ما برشان ابراز میکنم که اگر دوباره میخواستن که می توته های پزل با هم یک جای بمانن و کمک کم کار داشته باشن، معاذر استم که برشان در قسمت نظر بتم، یک ادوایس مشوره بتم، به خاطر احترامی که به مرحوم میوانوال دارم. تا برنامه دیگه شما را به خداوند بزرگ می سپارم.